درود به شما جناب یروشلمی و سپاس از وقتی که در اختیار رادیو پیام اسرائیل گذاشتید و در این برنامه شرکت میکنید. خیلی متشکرم و لطف دارین که با من تماس گرفتین. خواهش میکنم. ابتدا میخواستم شما برای مخاطبین این برنامه و رادیو پیام اسرائیل کمی در مورد خودتون توضیح بفرمایید و بیوگرافی خودتون رو به صورت کوتاه اگر امکان داره توضیح بفرمایید. من کامران هستم، اسم فارسی من کامرانه و اسم عبری من داوید. من در تهران متولد شدم و بعد از خاتمه تحصیلات سیکل اول در تهران به اسرائیل مهاجرت کردم و دوره دبیرستانم رو در اورشلیم گذروندم و پس از خاتمه دبیرستان وارد دانشگاه عبری اورشلیم شدم در رشته تاریخ خاورمیانه و علوم سیاسی. بعدا برای خدمت نظام وارد ارتش شدم، در اونجا افسر بودم تو ارتش و بعد از در حدود 6 سال خدمت به ارتش رو ترک کردم و برای دوره دکترا به دانشگاه کلمبیا در نیویورک رفتم. اونجا دوره دکترامو تموم کردم و در همون حال هنوز موقعی که مشغول نوشتن تز دکترام بودم از دانشگاه تل‌آویو با من تماس گرفتن و از من خواهش کردن عنوان استادیار در دانشگاه در بخش تاریخ خاورمیانه در دانشگاه تل‌آویو شروع به کار کنم و از اون موقع در واقع من مدت 30 سال، یعنی 3 دهه در دانشگاه تل‌آویو به عنوان استاد و بعدها به عنوان پروفسور در رشته تاریخ و ادبیات یهودیای ایران و با تخصص درباره زبانها و ادبیات شعری یهودیان ایران کار کردم و الان مدت تقریبا 4 ساله که بازنشسته شدم و ولی به کار اکادمیکم ادامه میدم. سپاس از شما. پس لازم هست در یک برنامه ویژه در خدمت شما باشیم برای اینکه تاریخ یهودیان ایران و ارتباط بین ایران و ملت و کشور اسرائیل رو به تفصیل در خدمتتون باشیم که شما توضیح بفرمایید. اما فرمودید که خب فعالیت‌های دیگه‌ای داشتید در طول این 4 سالی که بازنشست شدید و فعالیتاتون ادامه داره. اگر امکان داره در مورد این فعالیت‌ها بفرمایید تا برسیم به بنیادی که شما در اون فعال هستید. با کمال میل. یعنی از در واقع ببینین استادای دانشگاه وقتی که بازنشست میشن به کارهای علمیشون ادامه میدن، خیلی طبیعیه چون کاریست که بدین از روی علاقه انتخاب کردن و بدون اون در واقع یه خلایی در زندگی به وجود میاد و اکثر استادها و اساتید و کسانی که در دانشگاه ها کار میکنن بعد از اون که بازنشسته میشن به کارشون ادامه میدن. من طی این 4 سال اخیر تقریبا 2 تا کتاب منتشر کردم که یکیش در اتفاقا در حدود 1 سال پیش در کالیفرنیا منتشر شد و اسمش هست تاریخ یهودیان ایران، فصلهای از تاریخ و میراث فرهنگی یهودیان در ایران. این کتاب به وسیله انتشارات مزدا در کالیفرنیا منتشر شد. 2 پروژه دیگه که در اون کار کردم، یکی از کارهای عمده که مشغول کرده و مشغول میکنه هنوز، یک تدوین یا ویراستاری مجموعه اشعار یک شاعر یهودی ایرانی زاده است که بعد در سن 40 سالگی به اسرائیل مهاجرت کرده و تعداد زیادی از خود اشعار بسیار جالب و بسیار پخته به سبک کلاسیک فارسی از خود باقی گذاشته. من خواهش شد که روی اون کار کنم و اونو برای چاپ آماده کنم که اون هم البته آماده شده و امیدوارم که عرض همین امیته آینده نزدیک منتشر بشه. شما فعال هستید در بنیادی که کار اون در واقع
بورس دانشجویان هست به اسم بنیاد مکابی. اگر امکان داره در مورد این بنیاد توضیح بفرمایید که اساساً کار این بنیاد چه هست؟ بله، ببینید بنیاد مکابی یا صحیح‌تر به فارسی بنیاد مکابیان یک بنیاد اجتماعی و فرهنگی است که به وسیله یهودیان ایرانی تبار در حدود 26 سال پیش در نیویورک بنیانگذار شد و اعضای اون در درجه اول مایل بودند که به دانشجویان ایرانی تبار و محصلینی که از خانواده های ایرانی هستند و در اسرائیل زندگی می کنند به اونها کمک بشه. البته طی این 26 سال فعالیت هایی که بنیاد مکاویم در اسرائیل به دوش گرفته و اونها رو تا حد زیادی با موفقیت انجام داده شامل برنامه های دیگه هم هست که من البته توضیح خواهم داد، برای در درجه اول همونطور که گفتم این برای دوستان ایران تبار ما در نیویورک، ایالت نیویورک و به خصوص در بخش لونگ آیلند در نیویورک زندگی میکنن و اونها از روی علاقه و دلسوزی که نسبت به برادران ایرانی تبار خودشون در اسرائیل دارند این اقدام رو در حدود همونطور که گفتم بیشتر از دو دهه پیش در حدود 26 سال پیش شروع کردن و ما به نمایندگی از طرف اونها در اسرائیل این برنامه ها رو انجام دیم. بله، این بورس ها به چه اشخاصی تعلق میگیره و چه ویژگی هایی باید داشته باشن این دانشجویان که این بورس ها بهشون تعلق بگیره؟ بله، ببینید این بورس ها در درجه اول و اکثر اونها متعلق به دانشجویانی هستند که در کالج ها و در دانشگاه های اسرائیلی تحصیل میکنند. یعنی که یک شرط اصلی این که یک محصل و یک دانشجو بتونه از بنیاد مکاویم وام یا بورس تحصیلی دریافت بکنه اینه که باید در یکی از دانشگاه‌های اسرائیلی و در داخل اسرائیل تحصیل بکنه، حالا یا کالج باشه یا دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی، اون به هر حال دیگه بستگی به نوع کاری است که دانشجو انجام میده و با شرایط زندگی خاص خودمون دانشجو، ولی همونطور که گفتم به اصطلاح هدف اصلی و آرمان اصلی این بنیاد اینه که دانشجویان دوره لیسانس به خصوص و بعدها البته ما این وام ها رو به دانشجوهای دوره فوق لیسانس و دکترا هم اختصاص دادیم. بهتره که یک به اصطلاح توضیحاتی هم درباره تحول این بنیاد طی این 26 سال اخیر در این مورد براتون توضیحاتی بدم که شما ببینید به چه صورتی این بنیاد وسعت پیدا کرده. موقعی که دفعه یعنی سال اولی که ما این وام ها رو و بورس های تحصیلی به دانشجوها اعطا کردیم بودجه ما یه چیزی بود در حدود 50,000 دلار. بعد از 10 سال این بودجه و این کمکی که برادران ایرانی ما در نیویورک به ما اعطا می‌کنند شد یه چیزی در حدود 500,000 دلار. امروز ما رسیدیم به مبلغی در حدود 1,300,000 یا 1,400,000 دلار که در مقایسه با بنیادهای دیگه که در اسرائیل به دانشجوها وامیدن یکی از بنیادهای مهم و اساسیه. یعنی اینو البته در مقایسه با بنیادها و مؤسسات دیگه دارم توضیح میدم که در اسرائیل به دانشجوها کمک میکنن، ما میبینیم که طی این 26 سال این بنیاد از یک بنیاد تقریبا میشه گفت کوچک و محدود به یک بنیاد بسیار بزرگ تبدیل شده.
وام ها در درجه اول، و البته من الان میخوام مقداری درباره چندی درباره وام هایی که طی 5 سال اخیر داده شده توضیحاتی بدم. از طریق اون شما میتونین آشنایی بیشتری پیدا بکنین با فعالیت های بنیاد مکاوی. وام هایی که ما به دانشجوها میدیم میشه گفت مثلا پارسال در حدود 1,300,000 دلار بود. از این 1,300,000 دلار تقریبا 80% از این بورس ها متعلق به دانشجوهای دوره اول، یعنی دوره لیسانس در کالج ها و در دانشگاه های اسرائیل، اونها اعطا شد این مبلغ، یعنی 80% از این 1,300,000 دلار. بقیه این منابع مالی برای هدف های دیگه اضافی که با نظر برادران ما در نیویورک انجام گرفت و صورت گرفت این بود که ما گذشته از کمک به دانشجوهای ایرانی تبار که از نظر مالی و یا خاطر موفقیتشون در تحصیلاتشون جایز هستند و احتیاج به کمک دارن، بجز اون که به دانشجوهای لیسانس کمک میکنیم، درباره دو سه هدف دیگه هم باید، یعنی ما به مرحله اجرا گذاشتیم. یکی از هدفهای اصلی این بود که ما جامعه اسرائیل و مردم اسرائیل رو که البته به زبان عبری صحبت میکنن به طور طبیعی، اونها رو با تا جایی که میتونیم با فرهنگ و تاریخ ایران آشنا کنیم از یک طرف، و از طرف دیگه اونها رو با فرهنگ و گذشته یهودیان فارسی زبان آشنا کنیم. اینی که بجز از کمکی که به دانشجوها در رشته لیسانس و بعدها در دوره فوق لیسانس و دکترا، بجز کمک هایی که به اونها به دست اونها میرسه، هدف یکی از هدف های دیگر بنیاد مکاوی اینه که در واقع درباره حفظ میراث یهودیان ایران و درباره آشنا کردن مردم اسرائیل با فرهنگ و تاریخ و اجتماع ایران در این مورد فعالیت بشه که مردم اسرائیل، یعنی با دید یک طرفه نسبت به ایران و مردم ایران نگاه نکنن، بلکه وسعت تاریخی ایران رو و وسعت فرهنگ و وسعت زبان فارسی رو درک بکنن. شما فرمودید در صحبتاتون که این کمک تحصیلی و بورسیه فقط به دانشجویان ایرانی تعلق میگیره. آیا در طول این سالها دانشجویان غیر ایرانی هم بودند که این کمک هزینه تحصیلی یا بورس به اونا تعلق گرفته باشه؟ بله، سوال خیلی خوبیه و خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحالم که شما این سوال رو مطرح کردید. در سالهای اخیر با نظر مؤسسین یا بنیانگذاران این بنیاد مکاوی در نیویورک تصمیم گرفته شد که ما این بورس ها رو فقط به دانشجویان ایرانی تبار محدود نکنیم، بلکه قسمت های بخش های از اجتماع اسرائیل احتیاج به کمک دارن به اونها هم تا جایی که ممکنه کمک تحصیلی و بورس های تحصیلی اهدا بکنیم. در درجه اول ما تصمیم گرفتیم به دانشجوهای اتیوپی، یعنی البته شما اطلاع دارین که طی 20 سال اخیر تعداد زیادی از مهاجرین اتیوپی از آفریقا به اسرائیل مهاجرت کردن و با مسائل اجتماعی و مالی و برای کمک به اونها، ما بجز اون گذشته از 800 یا 900 بورسی که به دانشجوهای ایران تبار میدادیم، قریب 300 بورس تحصیلی هم به دانشجوهای اتیوپی که در کالج ها
و دانشگاه اسرائیلی تحصیل میکنن کمک میکنیم. مایلم اینجا از نقش خانواده جناب سیون ماهفر در راه اندازی این بنیاد توضیح بفرمایید. از یعنی یکی از شخصیت های وجود آمدن این بنیاد در نیویورک شد جناب آقای سیون ماهفر هستند که ایشون تیه همون که گفتم از اول از ابتدای فعالیت این بنیاد در جمع‌آوری منابع مالی و در بخش‌های گوناگون فعالیت دارن و بدون ایشون و بدون فعالیت شخص ایشون صداقت تمامشون که بنیاد نمیتونست به این صورت فعالیت داشته باشه. من حتی شک دارم که این بنیاد اصلا به وجود میمد. افتخارات یعنی من اعتقاد دارم و نه تنها من بلکه سایر اعضای بنیاد مکاوین در اسرائیل که بدون فعالیت شخصی جناب آقای سیون ماهفر و بدون میتونم بگم بدون احساس و علاقه که ایشون به این بنیاد دارن این درجه از فعالیت های ایشون نبود، من شک دارم که اصلا این بنیاد به وجود میام. یعنی البته خصوصیات اخلاقی و شخصیت دوست داشتنی ایشون و روابطی که با خانواده های ایرانی تبار در نیویورک دارن این خودش یک نوع به اصطلاح میشه گفت یک ثروت و یک چیز بسیار با ارزشیه که ایشون طی این 26 سال اخیر در اختیار بنیاد مکاوی گذاشتن و بدون ایشون من همونطور که گفتم این بنیاد به این صورت توسعه پیدا نمی‌کرد و به این درجه موفقیت نمی‌رسید. به عنوان پرسش آخر از خدمت شما، هر سال این بنیاد در واقع نشستی رو برگزار میکنه و امسال این نشست به خاطر ویروس کرونا برگزار نشد. اگر امکان داره در این زمینه هم توضیح بفرمایید. معمولا ما در برای یعنی در چارچوب فعالیت مکاوی دو شب بسیار ویژه داریم. یک شب در نیویورک برای جمع‌آوری منابع مالی برای بنیاد مکاوی و شب دیگر در اسرائیل و سالهای اخیر در دانشگاه تل‌آویو برنامه‌ای برای مثلا مراسم توزیع بورس‌های تحصیلی. این مثلا یک سنتی است که طی این 20 چند سال اخیر ریشه گرفته و هر سال انجام می‌شد، ولی متأسفانه امسال به خاطر محدودیت‌هایی که همه با آنها آشنا هستیم تصمیم گرفته شده که این دو شب رو به اصطلاح فعلا حذف بکنیم، یعنی برنامه جمع‌آوری پول و اعانه برای بورس‌های تحصیلی در نیویورک امسال فکر نکنم انجام بشه یا به هر حال ممکنه به تأخیر بیفته و برنامه توزیع بورس‌های تحصیلی در دانشگاه تل‌آویو امسال فکر نکنم انجام بشه به خاطر همون گرفتاری ها و مسائل و این بورس ها به طور مستقیم از طریق حساب های بانکی دانشجوها به حساب های اونها واریز میشه. یعنی که ما چاره جزی نداشتیم که صرف نظر کنیم از این مراسم مجلل توزیع بورس های تحصیلی. سپاس از شما جناب یروشلمی برای وقتی که در اختیار رادیو پیام اسرائیل گذاشتید و همینجا میخوام از شما قول بگیرم که در یک برنامه ویژه با موضوع تاریخ یهودیان ایران و تاریخ روابط بین ایران و اسرائیل در خدمتتون باشیم. بازم سپاس از شما. خواهش میکنم. خیلی متشکرم.